درود، هزار درود به شما عزیزانم، به شما یاران ایران فردا، همراهان ما، منتقدان ما، نظردهندگان، اصلاح کنندگان. همه جزو قبیله عشقیم و من سپاسگزار نقطه نظرهای شما هستم که همیشه منو راهنمایی کرد. گاهی درد دلم میتونم باهاتون بکنم. یکی از همکارانی که خیلی از زنده بودن ما به قول معروف خوشحال نیست و از اینکه سراپا هستیم و ایران فردایی مورد لطف شماست، مطلبی نوشته بود، همش هم برای اینکه من آزرده بکنم، پر از ناسزا، پر از مسخرگی، لودگی و غیره، ولی یه اشاره کرده بود خیلی جالب. گفته بود که بله، شنیدم آقای رامین تهیه کننده شما نمیدونه چی کار کنه چون همه پیام ها فوش و ناسزاست و او در مونده که چجوری پیام دراره. برای آگاهی این آقا عنوان میکنم برش بدونه، رامین هم از محتوای پیام ها خبر نداره، فقط یک نفر پیام ها رو میشنوه، اونم آرش، مسئول سایت تلویزیون و سایت خلیج فارس، و اینکه پیام ها رو میشنوه، تقسیم میکنه، پیام های خصوصی رو برای من میفرسته که مستقیما با خودم صحبت دارن، شماره تلفن میگذارن باهاشون تماس بگیرم، از داخل ایران مطالب حساسی رو بیان میکنن، اون جداست. بقیه پیام ها همه میاد و من بهش گفتم حق حذف هیچ پیامی رو نداره، منتها برای اطلاع این انسان، حالا اسمشو بشو گذاشت، این رو میخوام بگم، باور کنید در میان صدها پیامی که اومده و من شنیدم یا آرش شنیده، یعنی من تو جریان برنامه، حتی یک پیام نبوده که توش ناسزا باشه. خیلی عجیبه، بیننده تلویزیون ایران فردا در سطحی است که اگرم ایرادی داره، با کمال زیبایی و منطق و واواژگانی که در خور یک انسان فرهیخته است با اونا صحبت میکنه، چه بانوی مسن باشه، چه جوان دانشجو باشه، چه یک روستایی باشه، چه شهرستانی باشه، چه پیرمردی باشه، چه همنسل خودم باشه، همه چنان رعایت این دو اصل طلایی ایران فردا رو میکنن که من در حیرتم. تلویزیونای دیگرم دیدم، بنابراین اطمینان خاطر بهتون میدم، من هیچ بار پیامهای شما رو قبل از ورود به استودیو و وقتی برای من رامین پخش میکنه نشنیدم و این موقع میشنوم و پاسخ میدم. به همین دلیل در میانش انتقادهایی هست، تند ولی با زبان محتشم، و در میانش محبت هم هست. اینو با اطمینان خاطر بهتون گفتم. برنامه ویژه ما برای 13 آبان رو لابد دیدید، امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. از این سلسله برنامه‌های ویژه ما خواهیم داشت و سرانجام من اون چهره به چهره رو که بهتون گفته بودم وارد مرحله پروداکشن شد، تولید، و به زودی اونم پخش خواهد شد براتون. خواهش میکنم راجع به برنامه نظراتون رو بگید. من و دوستانم در صدد ایجاد تحولاتی در برنامه هستیم. خوشحالم برنامه جدیدی که ما داشتیم مورد توجهتون قرار گرفته. دوستی پیام داده بود و در پایان پیام گفته بود حتما سلام منو به دکتر حسین لاجوردی و ناصر شاهین‌پر برسون. هموطن دیگری است که انقدر ناصر رو دوست داره هر بار به من ایمیلی میزنه، تلفنی میزنه، سلام منو به ناصر برسونید. برنامه خانم دکتر خزایی یه تغییراتی کرده، برنامه دکتر سیروس مشکی بسیار مورد توجه قرار گرفته، همینطور برنامه های دیگه. برنامه رو من میبینم شما با چه شوقی نگاه میکنید، چارسو رو، چمتا رو، برنامه ورزش رو، سوت رو، با دقت، با محبت، هفت اقلیم رو، همینجوری هر جا نگاه میکنم میبینم شما با عشق
پیگیر برنامه ما هستید. تفسیر خبر، سرزمین ما، که گفتم حالا یه تحولاتی رو هم توش خواهید دید. به هر روی سراپا گوشم برای شنیدن پیام های پر از لطف و مهر شما. نخستین بینندمون رو میشنویم. با درود فراوان به دکتر نوری‌زاده، آقای جمشید چالنجی و علیرضا مهبودی و درودی دوستدار به بزرگ مرد خیر ایران جناب آقای خیامی. اگر پولی که دست آقای خامنه‌ای هست دست ایشون بود، ما یک فقیر در ایران نداشتیم. خداوند طول عمر آقای خیامی واقعا زیاد کنه که بزرگ مرد خیر ایرانه. ایشالله توفیق برای همه شما. خدا نگهدار. سپاسگزارم دوست من، حقا همینه. خداوند عمر این مرد بزرگ رو طولانی کنه. بارها من دیدم این آدم سر از پا نمیشناسه در جایی که بدونه یک کار فرهنگی هست باید یاری برسونه، و همونطور که گفتید ای کاش اون میلیاردهای دست مقام معظم دستشون بود. وقت به جای آباد کردن حزب الله لند در جنوب لبنان، سرزمین ما رو آباد میکرد، کودکان خیابانی رو سرپناهی براشون درست میکرد. خدا حفظش کنه. بیننده بعدی. با سلام و سپاسگزاری از شما که پیام های ما رو به گوش آقای میرزاده و بقیه دوستان میرسونید. خیلی از شما ممنونم که پیام های ما رو به گوش ایشون میرسونید. آقای میرزاده عزیز، من همیشه برنامه های شما رو نگاه میکنم و واقعا نمیخوام به عنوان این که بگم برادر، واقعا شما رو دوست دارم. وقتی که بغض میکنین، وقتی که اونجوری صحبت میکنین، منم بغض میکنم، منم گریم میگیره، چون واقعا موندم. ولی یه گله کوچیک از شما دارم، بازم نمیخوام بگم گله. شما از همه اکناف و تمام جهان برنامه های موسیقی میذارین به جز بختیاری، ولی شما کلن تو هر برنامه تو از بختیاری ها صحبت کردیم، ولی از این مسئله که هیچ موقع موسیقی بختیاری که همیشه حماسی بوده و یا عاشقانه بوده آهنگی پخش نکردیم، چون ما خوانندگان خیلی زیادی داریم. سپاسگزارم از شما، برادر خوبم، و از طرف مردم ایران این روز بزرگ را به اونهایی که ایران دوست دارن و ایرانی هستن و مادر ایران و ولیعهد ایران تبریک میگویم. سپاسگزارم پروین بانوی عزیز. راست میگی، من باید تعامل میکردم روی آهنگا. به خدا یه مقدار مشکل شما هم باید دوست کنی برای من بفرستی. من اون روز آقای دکتر حسین برو گفتم آقا بلوچی برام بفرست، دوستان کردم همینجور، دوستان عرب اهوازی بهشون میگم آقا آهنگای عربی ایرانی برام بفرستید. خب من پخش میکنم، فیروز، ورده، خواننده‌های مختلف، ناظم غزالی، ولی دلم خواهد از عربهای خوزستان، عربهای خودمون پخش کنم. همینطور از جنوب بندرعباس، بچه‌های جنوبی. یه چیزی من براتون بگم، داشتم یک مطالعه میکردم راجع به مناطق جنوب ایران، بعد برخوردم به یه روستا، حالا اسم روستا رو نمیارم، که نزدیک اصلوی است، شاید جمعیتش هم 700-800 نفر باشه. تصاویری از این روستا دیدم توی مسجد، توی خانه بزرگشون، و دیدم که لباس عربی تنشونه، و اسماشون رو نگاه کردم و بعد دیدم که اینا زبان عربی حرف میزنن، عادات و رسومه ولی بسیار زیبای ایرانی، یعنی تمام فارسی و ایرانی و اصفهانی و بلوچی و همه قاطی، نوع غذاشون، ماهیایی که پخته بودن، سرودی که میخوندن، آوازی که میخوندن. چه سرزمین بزرگی داریم ما، افتخار باید بکنیم به این سرزمین. کجای جهان هست که در اون یه قاره‌ای، به قول اینان لوی عزیزم،
یک قاره‌ای در یک سرزمین. به هر گوشه نگاه میکنید رنگ‌های مختلف زیبا، آدم قشم رو نگاه میکنه، سیره رو نگاه میکنه، لاوان، ابو موسا، جزیره خارک رو نگاه میکنه، از این ساحل جنوب رو میبینه، از گواتر بیاد تا این ور بهمنشیر، بیاد از این ور تا آبادان، شمال رو نگاه میکنه، بیاد از خلیج حسین قلی بیاد تا آستارا. هر کدوم اینا رو آدم عظمت این سرزمینه. هفتم، روز هفتم آبان که مردم بر مزار کوروش بزرگ جمع شده بودن، حالا من تو برنامه دوشنبه‌ام تصمیم دارم چیزایی از اونجا نشون بدم. بختیاری ها چه نقش قشنگی داشتن اونجا، زن و مرد با لباس‌های رنگین، چقدر زیبا بود. و در افتخار بختیاری ها همین بس که سمسام و سلطنه رو داشتن، سردار اسعد رو داشتن و مرغ طوفان شاپور بختیار. بیننده بعدی. از جناب شاهید، من دهلوی هستم، از پاریس زنگ میزنم. میخواستم تقاضا کنم این برنامه های آقای سرهنگ سررشته رو اینو تجدید بفرمایید. و ضمناً ایشون از من یک خانومی هستن که خیلی دانشمندن. این خانوم تا حالا بیش از 20 کتاب به زبان انگلیسی نوشتن. هر وقت که توی ویکتور هوگو تشریف میبرین رد میشین، اگر که اونجا دم این کافه کارتون من اونجا هستم، تشریف بیارید که من تلفن و خانومم با شما صحبت کنم، خدمتتون بدم. خیلی بهتون ارادت دارم و خیلی برنامه هاتون فوق‌العاده عالی، قربانت برم، شاکر شما. سپاسگزار جناب دهلوی. من این پیامو خصوصی هم برای آقای شاهید میفرستم، احتمالا شاهید میشنوه در برنامه، ولی برای خودشم میفرستم. ممنونم ازتون. هموطن بعدی. سلام، با تشکر از شبکه بسیار خوبتون راجع برنامه مجله فرهنگ ادبی که با اجرای خیلی خوب خانم روشنک خیلی خواه بود عرضی داشتم. مدتی این برنامه رو نمیبینم، چه نمیدونم به دلیل زمان ساعت کار خودم رو که نمیتونم، اما تو لیست برنامه هاتون هم که دنبال میکنم نیست. اگه این مجله تموم شده لطفا اقدام به شروع مجددش کنید. با سپاس، نازی آزرمی از تهران. بله، ببخشید خانم آزمی، برنامه هست، منتها ساعت که میدونید چه جوری شد، یک ساعت اینجا ما رفته بودیم، الان برگشتیم سر جای خودمون. یعنی الان ساعت 3:30 که ما برنامه‌مون رو شروع میکنیم میشه هفته شب تهران، و توی فهرست برنامه ما همیشه هست اون مجله‌ای که شما دارید میبینید، اسمش چهارسو هست، برنامه چهارسوست و روشنک خانم هم همکار نازنین و عزیز ماست و بسیار هم برنامه‌شو خوب اجرا میکنه. یک تیم بسیار خوبی هستن، لیلا سامانی و محمد سفریان و دوستان دیگر که برنامه‌شون فوق العاده، من خودم بسیار دوست دارم و همیشه میبینم. این از زیبایی های این برنامه. چه خوشحال شدم یک بانوی هموطن من به این برنامه اینقدر علاقه داره. بیننده بعدی. با سلام و عرض ارادت به جناب آقای نوریزاده عزیز، مدیریت تلویزیون پربیننده ایران فردا. جناب آقای نوریزاده، اگر امکان دارد از آقای محمد سفریان خواهش میکنیم که چون ایشون خیلی تبحر و وارد هستند به تمام هنرمندان و هنرپیشگان هالیوودی، دائما هم از هنرپیشگان و هنرمندان هالیوودی قدیم و جدید پرسنلشون رو برای ما شناسنامه هاشون رو میگن که ما که قدیمی هستیم و این فیلم ها رو در سینماهای خودمان در ایران دیدیم، خیلی لذت میبریم. اگر امکان دارد برای ایشان خواهشن قدری هم از مشرق زمین، مثلا مصر و ایران و سایر جاهای شرقی که مخصوصا در مصر که هنرمندان و هنرپیشگان و خوانندگان بسیاری معتبر داریم، مانند خدا بیامرز امو کلثوم مثلا، اینها برای ما بازگو کنن که ما قدیمی ها خیلی لذت میبریم از این برنامه چهره ها. با تشکر از کلیه دستاندرکاران تلویزیون ایران فردا،
به خدا می سپارم، خدا نگهدار. دوست نازنین استروفونی که من صدای اون زمان که رادیو بودم، اگه شما میمدی حتما شما رو استخدام میکردم برای خبر، صدای بم بسیار زیبا. عزیزم، اتفاقا محمد صفریان ام کلثوم رو پخش کرد، عبدالحلیم حافظ رو پخش کرد، ورد الجزایری پخش کرد، اینا ناظم الغزالی، یعنی دونه دونه اینا جزء برنامه تو چمتا بود. و الانم خیلی جالبم برنامه رو درست میکنه و خیلی هم خوب، امیدوارم بیش از اینا باشه. راست میگی، ما شرقمون رو باید بشناسیم، دوروبر خودمون، ما همه جا رو میدونیم، تمام خواننده‌های غربی رو میشناختیم، ولی همین بغلمون ترکیه، افغانستان، ما خودمون یه مهوش داشتیم، خواننده کوچه و بازار، ولی افغانستان استاد مهوشی داره که این بانوی گرامی یکی از بهترین خواننده‌های این کشور بود. احمد ظاهر، پاکستان قوالان رو بشناسیم، شمال آذربایجان، ترکمنستان، دور خودمون رو باید بشناسیم دیگه، محیط. راست میگید شما، درود به شما. بیننده بعدی. درود بزرگ بر همگی. این مسیج برای آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده می‌ذارم. اسم من اسحاق شاول، من در برمان زندگی می کنم و یکی از ایرانی هستم که عاشق برنامه آقای دکتر نوری‌زاده هستم. ایشون برنامه شون رو برای من می فرستن و من واقعا از علم، ادبیات و از سخنان ایشون لذت زیاد و می دونم ایرانی دیگه هستن که میتونن از این استفاده کنن، ولی زبان فارسی خوب نیست. میدونم امکان داره که ایشون بتونن همون لکچراشون رو به جز به فارسی برای ایرانی ها به انگلیسی هم بگن، و اگر این امکان اتفاق افتاد این برنامه رو میتونیم برای دنیا پخش بکنیم. معلومات ایشون، برنامه شما واقعا برای دنیا لازمه. سخنرانی ایشون درباره علم ساینس، همه نو ساینس و در موزیک، هر دو نظیر خیلی خوبی داره. خب خواستم اینو به شما بگم و ببینم چه نوع کمکی میتونم بکنم، ببینم این امکان داره که این برنامه ایشون رو برای همه آمریکا، همه ایرانی آمریکا و بلکه برای همه دنیا پخش بکنید. اگر می دارید با من صحبت بکنید. اسم من اسحاق شاول، 802. خب تلفنتون رو بعداً میگیرم. ممنونم آقای شاول. یه دوستی هم من داشتم شاول در دوران تحصیل، بعد شاول بخاش رو هم که خوب میشناسم، احتمالاً این هموطن از هموطنان آسوری ما هستن یا از هموطنان یهودی. یه نکته رو خدمت رو عرض بکنم، یک ماه دو ماه دیگه ایران فردا 3 ساله میشه. من دوست ندارم از این جنجالات سومین سال کیک بذارم، نه از این کار نکنم. سومین سال میریم، چهارمین سال باید کارمون بهتر بشه، مسئله این نیست که حالا ماه تظاهر بکنیم، اما جزو آرزوهای من اینه که ما یکی دو ساعت برنامه اکسترا داشته باشیم به زبان انگلیسی. من تو ذهنم بود زبان عربی. ببینید، اگر ما برنامه انگلیسی داشته باشیم، همونطور که شما میگید، حداقل برای نسل سوم، بچه‌هایی که بیرون بزرگ شدن، این کار رو میشه کرد. منتها خب هر کدوم از اینا متضمن هزینه بسیار، متضمن زمان، با این امکانات محدود ما یه خود سخته، ولی تو فکر من هست. اگر زنده باشم، اگر خداوند لطف کنه، محبت حامی اصلی ما و دوستانی که محبت میکنن و حامیان ما سر جاش باشه، که امیدوارم باشه، این کارو خواهم کرد و حتما به شما هم زنگ خواهم زد. بیننده بعدی. سلام آقای نوری‌زاده، خسته نباشی. من یکی از ارتشیان رژیم صادق می باشم که
که بنابرای وظایف انسانی و اسلامی خودم تا آخر جنگ خدمت کرده و در پایان بدون دریافت زیادی بابت بازخریدی و بازنشستگی از ارتش استعفا دادم و ناراضی هم نیستم، ولی من که همیشه بیننده تلویزیون شما هستم خواستم خواهش کنم به کارکنان تلویزیون بفرمایید ارتشی ها دروغگو نیستن که آقای فرمین سخن در برنامهشان میفرمایند که ارتشی ها دروغ میگفتن و مثلی میزنن. لطفا به ایشان بفرمایید که در جنگ تنها ارتش نبود بلکه سپاه و بسیجی هم بودن. آقای فرمین سخن شما کجا بودید؟ متشکرم. دوست من اتفاقا تا اونجایی که من میدونم فهمیم سخنم تو جبهه بود، اونم در جبهه رفت خدمت کرد، ادای دین به وطنش کرد. من مقبونم که نبودم و سربازیمو پیش از جنگ انجام داده بودم، بعدم در ایران نبودم. من مقبونم و خیلی از ماها که باید از اون خاک جاودانه دفاع میکردیم، حداقل تا بعد از آزادی خرمشهر یک جنگ میهنی و ملی بود و دفاع از آب و خاک، و شما ارتشیا بزرگترین نقش رو داشتید. در این من تردید ندارم. دونه دونه شونه های مبارک شما رو میبوسم و اون شهدای جاودانه همیشه نامشون در تاریخ خواهد ماند. آقای فهمیم سخن توهین به ارتش نکرد. اگر صحبتی از دروغ و غیره بود، اشاره ایشون یکی به اون بعضی از فرماندهانی بود که ارتش رو تو سینی طلا دادن به سید روح الله مصطفوی، و اونهایی که تو جبهه ها سنگ آقا رو به سینه می زدن. ولی بدنه ارتش، فرماندهان جوان ارتش عاشق ایران بودن. من یادم نمیره، من بعضی از این بچه های ارتشی رو که می شناسم، بچه هایی که تو هوا نیروز بودن، چقدر آدم های دلاوری بودن، چه کارایی کردن. خلبانان ما چه کارایی کردن یادم نمیره هیچ وقت، هیچ وقت یادم نمیره. خلبان صابونچی و بابایی، خلبان های دیگهی که داشتیم، نیرو دریاییمون چه دلاورانی تو نیرو دریایی داشتیم. همینجوری آدم به یادش میاد دانکار، یگانه، ایرانی، ربانی، اینا دلاوران نیروی دریایی که چه کارهایی کردن. و همینطور نیروی زمینی، مگه انسان میتونه قاسم علی ظهیر نژاد از یادش بره؟ تیمسار فلاحی رو مگه میتونی فراموش کنی؟ تیمسار شاکر، تیمسار فلاحی، نامجو، دونه دونه هر کدوم از تیمسار باقری، مردان دلاوری بودن. منصور ستاری، اون عقاب آسمان ها، پسر سورنا، الان یا سورنا، الان معاون رئیس جمهوری و یکی از نوابغ کشور در زمینه تکنولوژی است. بیننده بعدی. سلام آقای نوری‌زاده، خیلی دوستتون داریم، خیلی خیلی خوبی. در هر صورت امروز جمعه است، صبح پشدم تلویزیون رو وا کردم، دیدم کانال شما کار نمی کنه، فیکسال زده. من جل باکس دارم یک سال خورده ای، همیشه هم می بینم اتون. خدا حافظ. بله، چند روز قبل با عطای معینی نازنینم صحبت می کردم. میدونی چه انسان دوست داشتنی و آزاده ایه، و از کسایی که مثل شیر پشت ایران فردا ایستاده. بهش گفتم، گفت گاهی اوقات اتفاق میفته که از طریق ستلایت اشکالی پیدا میشه، ولی بلافاصله بچه های قسمت فنی اگر بدونن یکی بهشون خبر بده، آنن در صدد رفع و رجوع برمیان. من به آرشم گفتم مرتب چک کنه که شما دچار این مشکل نشید. متاسفم بانوی گرامی. هموطن بعدی. با عرض سلام جناب آقای دکتر نوری‌زاده، امروز روز جمعه 16 اکتبر هست و برنامه شما رو من می‌دیدم، مخصوصا مهمان گرامیتون آقای دکتر کبیر. واقعا نمی‌دونم
چی بگم که چقدر مؤثر هست این مهمانای شما. البته خود جناب عالی که در رأس قرار دارید، مهمانایی هم که انتخاب میکنید واقعا منحصر به فرد است. امروز طبق روزهای دیگر از شما و مهمانتون زیاد آموزش کردیم. موفق و پیروز باشید. سپاسگزارم هموطن نازنینم. من هم از مهمانانم میآموزم و از دکتر کبیر که بسیار. یه نفر پیام برام فرستاده بود، نوشته بود زنده باد برنامه های روزای دوشنبه با دکتر فرابخش. منتها دکتر فرابخش رو باید با سختی پیدا کرد، کار داره، گرفتار مسائلی هست، ولی اون نیز مهمان عزیز منه. بیننده بعدی. درود خدمت جناب دکتر نوریزاد. من کیونس هستم از کرج. یه مشکل بسیار بسیار بزرگ دارم با کارخانه مرسدس‌بنز آلمان. انتظار دارم به عنوان یک هموطن، به عنوان یک انسانی که فرشتات رو به زبانهای مختلف متعلقه و روابطی که داره، این مشکل منو با اونو حل کنه. آقایی به فرمان اگه بشه یه جوری با خودشون مستقیم صحبت کنم ممنون میشن. یک پیام بدم من بشنم که بعد من تماس بگیرم. فقط این وای فای دیگه ندارم، بلدم نیستم، فقط با این تلفن میتونم صحبت کنم باشون. حالا چه خطراتی هم برم باشه باشه نمیدونم، ولی دیگه تو کشور خودمون هیچ شکل داد من نرسید. قوه قضاییه تمام شبکه هامون، دفتر مقام اول دوم کشورمون متاسفانه حالا نظامیه. خب کیومرث عزیزم دیگه ادامه ندید، فقط من خواستم بگم پیام شما رو شنیدم. دوست عزیز کیومرث از کرج، اگر تلفن بزنید و شمارتون رو بگذارید من تماس میگیرم. اتفاقا میتونم به آقای خیامی و همکارانشون بهشون بگم، چون نماینده بنز هستن، ممکنه بتونن این پیام شما رو به اونا برسونن. به من در حال زنگ بزنید، شمارتون بگذارید تا من باتون تماس بگیرم. هموطن بعدی. علی سلام، من از کانادا ونکوور زنگ میزنم. اسم من گلتاجه. من دارم نگران میشم برای آقای نوریزاده. ایشون اومده بودن آمریکا برای ویزیت و برنامه پنجشنبه خانه پدری روز چهارشنبه شونم من نگاه کردم، ولی پنجشنبه و جمعه هیچ ازشون خبری نشد. راستش از شما چه بنان یکم نگران شدم و خیلی خوشحال میشدم اگه یه خبر کوتاهی میذاشتین یا یه جوری به یه طریقی که ایشون سلامت و سرحالن، و من این آرزو رو براشون همیشه میکنم. امیدوارم واقعا سالم باشن و برنامه هاشون کماکان اجرا بشه و از دانششون ما برخوردار بشیم. روزتون بخیر و شادی و سپاسگزارم بانوی هموطن عزیزم. اون دو روزی بود که بنده دسترسی به دوربین و اینا نداشتم و خواهش کردم از همکارانم که برنامه شجره رو که در رابطه با هزار فامیل حاکم بود دوباره پخش کنن، که پنجشنبه پخش شد، جمعه تکرار برنامه دکتر کویر بود و بعد یک شنبه هم به جای شما و ایران فردا قسمت بعدی شجره پخش شد. برای سه قسمت رو پخش کرد. نه پس فعلا بادم جونه بم آفت نتازه. ممنونم. بیننده بعدی. درود با شما. دیروز داشتم برنامه آقای شپره رو نگاه میکردم برای تجلیل از خواننده ها. به مسئله سوسانشون اشاره کردن، گفتن که خانم سوسان، البته من سوسان رو دوست داشتم به خاطر که مردمی بود و خیلی هم کمک میکرد به افراد برعکس بعضی دیگه. بعد گفتن ایشون فرمودن که سوزان کمک کرده بود به افرادی و در آخر عمر اون افراد دور از سوسان بودن که به سوسان کمک کنن. من میدونم که خانم سوسان در یه گاراژ مثل این که در خانه یکی از همین فرشتگان لس آنجلس زندگی میکردن. حالا میخواستم ببینم که این افرادی که خانم سوسان کمک میکرده و از خانم سوسان دور بودن، اون موقع این فرشته شهر فرشته ها چی کار میکردن که خوابشون برده بوده، خانم سوسان متوجه نشده بودن که خانم سوسان وضعش بده. اگر این فرشته ها فرشته بودن این موقع ها که میشه خوابشون میره یا ناپدید میشن. با سپاس.
ممنونم. دوست قدیمی و همکار قدیمی من مرتضی قمصری روایتی از روز پایانی عمر سوسن گفت که فکر کنم پخش شده یک تلویزیون ها و نوشتشم دیدم. واقعا تکان دهنده بود، واقعا تکان دهنده. من خودم قبل از درگذشتش رفته بودم به امریکا، یه شب در منزل دوستی مهمانی بود، ایشون هم اومده بود، سر حال بود، هنوز میتونست خوب بخونه و روپا بود، نمیدونم، بعد دستش در رفته بود، مشکل داشت. مرتضی به تفصیل نوشته بود متاسفانه شهر فرشتگان شهر بیرحمی است، تا زمانی که شما سرپایید، زیبایید، میتونید بخونید، میتونید بنوازید، میتونید هنرنمایی کنید، منظورم از هنرمندانه، به هر حال بهتون احترام میگذارن، ولی الان شما سرنوشت بسیاری از هنرمندان ما در اونجا سرنوشت خیلی تلخیه، غیر از یک عده‌ای که به اندازه انگشتان یک دست هست که از یه مرزی عبور کردن و تکون توپ هم نمیتونه وزشون تکون بده، که چقدر خوشحالم. من خوشحالم، من با تمام دلم شادمانم از اینکه وقتی گوگوش میاد روی صحنه، یا ابی میاد، یا داریوش میاد، یا معین میاد، اینا وقتی روی صحنه هستن اون جمعیت عظیم براشون میاد و کنسرتاشون موفقه و زندگی مرفهی داره. ولی در این حال دوستان و هنرمند دیگری هم دارم که، و ستار هم اینطور، او هم باید اشاره کنم، ولی دوستان دیگری دارم که وضعشون خیلی بده، باورتون نمیشه، به هزینه روزانهشون محتاج. در لس آنجلس بعضی ها انقدر دارند که آدم نمیتونه تصورش کنه، و بعضی ها انقدر ندارند که نمیشه تصورش کنه. هنرمندم هستن و بسیاریشون در خاطرات ما شناورن، سوسنم یکی از اونا بود. شما میدونید بانو شمس، اون گیلک خانه با اون صدای زیبا، به گونه ای درگذشت که جسدش بو گرفت سه روز در یک اتاق. بیننده بعدی. سلام آقای دکتر نوری‌زاده، با تشکر از تلویزیون ایران فردا و همه دست‌اندرکاران این رسانه خیلی خوب، به خصوص شخص شما. میخواستم ببینم شما جز این دو فرزند پسر فرزندان دیگری هم دارید یا خیر؟ در ضمن کاش آقای دهقانپور را هم مانند جناب چالنگی دعوت به همکاری نمایید در صورت امکان. خیلی دوستتون داریم، موفق و سلامت باشید، سالیان دراز، خدا حافظ. سپاسگزارم. شما پرسیدید، چند نفر دیگری هم از من پرسیدن و من بگم، من سه پسر دارم، امید و نوید و نیما، همم رضا دنبالشون دارن، امید رضا، نوید رضا، نیما رضا، و الان همه از صاحب فرزندانی هستن و خوشبختانه تو سیاست هم نیومدن، به حبل هنر چنگ زدن و در کارشون بسیار موفقن. امید یک دیجی موفقه در حالی که آرشیتکت خوند، نوید فوق لیسانس مهندسی صدا داره، استودیو داره، و نیما هم که کارگردان در هالیوود، فیلم ساز. بیننده بعدی. جناب آقای دکتر نوری‌زاده عزیز، تشکر میکنم از برنامه خوب شما، و خواستم یه مطلبی رو بگم که هفته پیش شما تو برنامه چالنگی گفتین چرا مردم ایران بلند نمیشن و اینا. آقای نوری‌زاده، شما بهتر از همه میدونید که این مردم ایران بنده خدا موندن، نه رهبریتی وجود هست، نه شورایی هست، نه پشتوانه‌ای هست. اینا شما حساب کنید 37 سال این گروه سیاسی همش به نفع جمهوری اسلامی کار کرد، به جای اینکه بیان آشتی ملی برقرار کنن، بر علیه جمهوری اسلامی بلند شن، هر کسی به ساز خودش میرخصه. در زن الان شما حساب کن هنوز این چپی ها تو سوئد میبینی که حمله میکنن به سلطنت طلب ها، یا مجاهدین این همه
نیروشون رو از بین بردن. اینه که بهتره به نظر من، البته شما نظر شما محترمتره، بهتره که شما به یه راه نمایی کنی این گروه های اپوزیسیون، گروه های سیاسی ما آشتی ملی کنن، بیان دست به دست هم کمک کنن که مملکت از دست شیاطین نجات بدن. بله خودتون هم میدونید که امریکا و اروپا هم وقتی که ببینن یه همبستگی هست 100% اون هم کمک میکنن برای چیز. وقتی که نیروی جایگزین این جمهوری اسلامی نباشه، وقتی که گروه های سیاسی ما تو سرکله هم نگه میزنن، خب دیگه که میخواد از این گروه ها از مردم ایران پشتوانی کنه؟ شما دیدید کودتای نوروز بلند شد، حالا به گفته یکی از این سرهنگه که امریکایی ها لو دادن، یا اینکه 88 میلیون مردم چند بار بلند شدن، ولی خب نیست. اینی که خواستم خواهش کنم در این مورد یه مقدار راهنمایی کنید که انشالله مردم آگاه‌تر باشن. سپاسگزارم. اولا من یه چیزو جواب اون خانم ندادم، اونو بگم بعد بیام به این. ایشون راجع به دوست عزیزم سیامک دهقانپور گفتن. سیامک در صدای آمریکاست، همچنان یکی از کارکنان ارشد صدای آمریکاست. حالا برنامه افقش نیست ولی جای دیگه هست، لابد طرح و برنامه هم داره. اون نازنین همیشه من دوستش داشتم و ستودمش کارشو. اما در مورد اپوزیسیون، ببینید دوست من، البته اینجا زیاد جاش نیست صحبت کنیم، انشاءالله در برنامه خودم بهش میپردازیم یا تفسیر خبر. اپوزیسیون ایران، این اپوزیسیونی که از آغاز شروع کرده، همینجوری کمرنگ شده و پیر شده. اپوزیسیون جدیدی که توی جریان جنبش سبز اومد، بیشتر زمینه هاش در داخل بود، برای همین جدیتر بود. ولی اونا هم دل مشغول بورس و از آمریکا و انگلیس و این ور و اون ور و دل مشغول این کارا شدن. واقعا حرف شما درسته، یک حرکت تازه لازمه، یک که این فرهنگ سیاسی قبل رو بریزه دور، توده‌ای سلطنت طلب چپی راستی اینا باید دیریخته بشه دور. ما از یک مسئله غافلیم و اون مسئله اینه که فردا ما هم میریم. این رژیم ادامش یعنی تجزیه ایران، یعنی پاره پاره شدن ایران. بگذارید بخشای مفصلتری در برنامه‌های خودم یا تفسیر خبر داشته باشیم. یاد داشتم کردم که حتما این کارو بکنم. یک پیام دیگه هم فکر می‌کنم میتونیم بشنویم. با سلام خدمت آقای دکتر نوریزاده عزیز. خواستم حضورتون از کنم آقای دکتر نوریزاده ایمو یا واتساب یک جمعه می‌خواستم خدمتتون چند کلمه درد دلی داشته باشم از این موضوعی بدبختی و فلاکتباری که بر سر ما توی این مملکت میاد. لطف کنید اگر توانستید با این شماره من که افتاده تماس بگیرید تا در خدمتتون باشم. سپاسگزارم ازتون، برای شما آرزوی موفقیت دارم. خدا دوست من، شماره تون نیفتاده. اگر شما با ایمو بزنید به من، من عضوم ممبرم، با تلگراف، با واتساپ، با هر کدوم بنده هستم، همه اینو هستم. لطف کنید زنگ بزنید، من در خدمتتون خواهم بود. خب رسیدیم به پایان برنامه و حکایت همچنان باقی است. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا هفته دیگر همین ساعت و همینجا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. الو، الو، تلویزیون فردا؟